خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا در تظاهراتی علیه نیکولاس مادورو گفت که به طور رسمی ریاست قوه مجریه را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا بر عهده خواهد گرفت تا به حکومت قاسبان خاتمه بده و انتخابات آزاد برگزار کنه. خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا روز چهارشنبه 3 بهمن به تظاهرات گسترده علیه مادورو دعوت کرد. یک روز قبل هم مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در وال استریت ژورنال از برکناری مادورو حمایت کرد. ترامپ و شماری از دولت‌های منطقه فوراً ریاست جمهوری گوایدو را به رسمیت شناختند. تعدادی از اعضای گارد ملی گلوله‌های گاز اشک‌آور را به سوی تظاهرکنندگان شلیک کردند. در 10 ژانویه امسال مادورو برای دومین دور 6 ساله ریاست جمهوری قدرت را در دست گرفت. طرفداران مادورو اپوزیسیون را متهم کردند که با ترور ایجاد ترس می‌کند. کاخ سفید اعلام کرد خوان گوایدو را به عنوان رهبر ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد. دونالد ترامپ گفت من تمامی وزن اقتصادی و سیاسی آمریکا را برای بازگرداندن دموکراسی به ونزوئلا به کار خواهم گرفت. با آنها کار خواهیم کرد تا مشروعیت قانونی در این کشور را تقویت کنیم. گوایدو در حال حاضر ریاست پارلمان ونزوئلا را به عهده دارد. مایک پنس گفت آمریکا از تصمیم شجاعانه خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا حمایت می کند و به یک دولت انتقالی فراخوان می دهد. And call for the establishment of a transitional government.